واقعیت که تازه فاش شد، مولوی انصاری که بود؟ چه کسی مجیب الرحمن انصاری را کشته است؟ دوست جانی دشمن سرش شد؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید کرده است که مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات در یک انفجار کشته شده است. آقای مجاهد نوعیت حمله را مشخص نکرده، اما عاملان آن را به انتقام گیری هشدار داده است. او همچنین گفته است که این رویداد را تحقیق و بررسی خواهند کرد. فرماندهی امنیت طالبان در ولایت هرات گفته است که مولوی مجیب الرحمن انصاری حوالی ساعت 12 ظهر جمعه 11 سنبله هنگام رفتن به مسجد هدف یک حمله انتحاری قرار گرفته است. در اعلامیه آمده است که رویداد زمان اتفاق افتاده است که مجیب الرحمن انصاری از خانه خیش غرض ادای نماز جمعه به سوی مسجد در حال رفتن بوده که یک تن از انتحار کنندگان حین دستبوسیشان خود را منفجر کرده است. در اعلامیه همچنین آمده است که در این رویداد افزون بر خود انصاری شماری از همراهان او نیز کشته شدند. در این حال یک منبع دیگر در اداره محلی طالبان در هرات در صحبت با روزنامه اطلاعات روز گفت که در انفجار دیروز در مسجد جامع گازرگاه هرات دست کم 18 نفر به شمول مولوی مجیب الرحمن انصاری کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند. این منبع ما گفت که فرد انتحاری مواد منفجره را در بدن خود جاسازی کرده بود و آقای انصاری را هنگام خروج از مسجد هدف قرار داده است. به گفته این منبع، انصاری و شماره از محافظانش کشته شدند. با این حال اداره محلی هرات نیز در اعلامیه گفته است که در این رویداد 18 نفر به شمول مولوی مجیب الرحمن انصاری و یک برادر او به نام حبیب الرحمن انصاری کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند. طبق این اعلامیه نماز جمعه دیروز در مسجد جامع گازرگاه توسط فضل الرحمن انصاری برادر دیگر مجیب الرحمن انصاری اقامه و ادا شده است. منابع در هرات میگویند که آمار تلفات انفجار دیروز ابتدایی است و امکان افزایش آن وجود دارد. به گفته منابع پس از وقوع این رویداد شمار زیادی از ساکنان هرات به ورودی شفاخانه حوضوی هرات هجوم برده و نیروهای طالبان در تلاش متفرق کردن آنان هستند. مولوی انصاری که بود؟ مولوی مجیب الرحمن انصاری ملا امام مسجد گازرگاه شریف در هرات بود. او از عامیان اصلی قدرت گرفتن طالبان بود و حتی مدعی دیدار با ملا هیبت الله آخوندزاده نیست شده بود. او دیدگاه افراطی در مورد نحوه پوشش زنان داشت و هر از گاهی اقدام به موضع‌گیری در این مورد میکرد. او از ملاهای تندرو شناخته میشد که اظهاراتش در زمان حکومت پیشین بارها واکنش برانگیز شده بود. انصاری در ماه اوت 1399 خورشیدی در اظهارات گفته بود هر کس که از نظام جمهوری حمایت کند مرتکب گناه کبیره شده است. او همچنان گفته بود علمای دینی که نظام کنونی را تایید می کنند از جمله علمای یهود و نصارا هستند. مجیب الرحمن انصاری در گرد همایی بزرگ علما و بزرگان قومی عامی طالبان که در تاریخ نوی سرطان امسال در خیمه لوجرگه در کابل برگزار شده بود نیز گفته بود کسی که در برابر حکومت طالبان سر بلند کند باید گردن زده شود. مولوی مجیب الرحمن انصاری در حال در حمله انتحاری در مسجد جامع گازرگاه هرات هدف قرار گرفت. دقایق پیش از وقوع حمله او با ملا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر طالبان در یک نشست اقتصادی در هرات شرکت کرده بود. چه کسی مجیب الرحمن انصاری را کشته است؟ خبرگزاری اطلس گزارش می‌دهد مجیب الرحمن را میتوان رهبری فکری تکفیری های طالبان دانست. او سالها فتوای تکفیر صادر کرد و در زمان که حکومت جمهوری برقرار بود رسما از طالبان حمایت کرد. اینک او در نماز جمعه گذشته که ملا برادر هم در آن حضور داشته است واضح است که قتل او یک تصفیه حساب درونی در میان طالبان است. طرح ترور او یا خود ملا برادر است که نیروهای تحت امرش در ظل تدابیر حفظ امنیت او مواد منفجره را به محل نماز جمعه مجیب الرحمن بردند، یا کسانی هستند که میخواستند ملا برادر را بر سفره مجیب الرحمن ترور کنند و تیغ این طرح ترور گلوی مجیب الرحمن را بریده است. مجیب الرحمن تحت تدابیر امنیتی قابل ملاحظه زندگی میکرد و ترور او با آسانی ممکن نبود. نزاع قدرت میان رهبران رده اول طالبان آنقدر شدید است که از خبر ترور آنها با دست یکدیگر شوکه نشویم.
آنچه امروز در هرات اتفاق افتاد مصداق اللهم اجعل الظالمین بالظالمین است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.